ایشالا اینجا بهتون خوش بگذره. البته ای بابا آدم به این گندگی که هم کردی خوابتون چطوره؟ خوابتون چطوره؟ مرغا خوب تخم میکنن؟ هر کدومشون روزی دو تا تخم میکنن. بح بح دو تا؟ آره قربان خودشون با جفت تخم و مرغاش. ببینم باز که داری چه خام میکنی تو به کارت درست شما داد نکنم. برو چشم مرحمت حال کنشم. کیومرز خان بود تو ماشین؟ بله. ماشالله هزار ماشالله خیلی بزرگ شد. آره. خب کی اومده؟ دو سه ماه میشه. ای خدا بیامرز مرحوم مادرشو، همیشه آرزو داشت بفرستتش خارج، مثل اینکه همین دیروز بود. لابد حالا خیلی باسواد شده. بله؟ بله، ولی رفتگران کرده، چون اون مهر و محبت و اپی که میون ما شرقی ها وجود داره تو وجود اون کشته شده. خب آخه رسم و رسومات ما با خارجی ها خیلی فرق داره. کشورهای خارج با اینجا خیلی فرق داره، ولی دخترشون به قشنگی شما ها نیستن. از میون هزار تاشون یکیشون چشمای قشنگ تو رو نداره. وای خدا مرگم. کجا رفتی؟ آقا جون یکمی صبر کن تا من هم بهت برسم. دیگه عرض داشتم، آیا حضرت عالی تمایل دارید که من هنر و فن رانندگی رو به جناب عالی بیاموزم؟ البته که دلم میخوام. بسیار خوب، پس بگذار اینها رو بگذارم اینجا. این چمدان سبک رو هم بگذار زیر بقلت. حالا باید بدانی که دو تا مرغ چاق، دو تا نه، سه تا و چهل تا تخم مرغ، یک کوزه دوغ و یک خیک ماست خدمت بنده بیاورید تا به شما بیاورید. خیلی خوب، هر وقت حاضرت میکنم. همونطوری که دلم میخواست از اینجا خوب نگهداری کردیم. از زحمتتون ممنونم. امیدوارم بتونم یه روزی جبران کنم. اختیار دارین، این چه حرفیه، وظیفمونه. ما سلامتی شما را میخواییم. وقتی شما به ویلاتون تشریف میارین من و دخترام خیلی خوشحال میشیم. هر خدمتی هم از دستمون بر بیاد کوتاهی نمی کنیم. سلامت باشی. خب من با اجازتون برم ببینم دخترها برای شام شب چی کم و چست دارم. به خودتون زحمت ندید. اختیار دادین. حالا حالا اینجاست. قدمتون روی چشم. چی رو نگاه میکنی پسرم؟ هیچی پدر، هیچی. متوجه باش، چند بار بهت گفتم دخترهای کلبلدی با تو برای من فرقی ندارن. مواظب باش دست از پا خطا نکنی،
که باعث آبروریزی بشه. البته پدر، متوجه؟ خاطرتون جمع باشه. آروم پیگان، آروم. چیه؟ چیزی تو گلت مونده؟ نه. بیا برات شیر آوردم، با خود خوب میشه. کی میگه تو دهلیلی مجنون پیدا نمیشه؟ سلام، من نمیدونستم شما اینجایی. چه خو مگه؟ بلد میاد که من اینجا. نه آقا، این حرفا چیه؟ برای شیر آوردی یاره؟ اینکه زحمت نکش، خسته میشه. خیلی وقت بود که یه همچه شیری نخورده بودم. پس حاضره. بدش من. از این شیرها هر روز برای من بیار. اگه به احترام باباش نبود دندوناشو خورد میکرد. سر به سر اون نذار. مواظبش باش، اون چشماش ناپاکه. بعد جوری بهت نگاه میکرد. باهی تو جون هم تو نداره. واسه من تو خیابون توی صحرا ندارم، گاز میدم و دنده چوخ کنم مونند قرقی. بزدلی برای چوکرتون معنا ندارم. حالا توضیحات بیشتر میدم از درون ماشین. پای چپ رو کلوز، پای راست روی گاز، دست روی دنده. بس که تون میرم ماشین میشه بشخوپنده. خواهش میکنم برای بنده دست بزنید. متشکرم. و حالا میپردازم به معرفی کامل اتلمبی. رانندگان آینده حرکت به سوی بنده. حرکت به سوی بنده. چجوری حرف میزنم بنده؟ اینو بهش میگن کاپوت ماشی. کاپوت؟ اینم دوتا چراغ، نور بالا هم نور پایین. بله بله. توجه کردی چه عرضه میدارم بچه ها جون؟ آفرین. حالا توجه به اینجا، این آنتنه. این گلگیرشم. گلگیرشم؟ این هم نمره. این دوتا برپا کنم. اینم دره، این هم دستگیره. او حالا یادم افتاد، چهار تا چرخ داره. چهار تا قلپاق، چهار تا تویی. چراغ خطر داره. دو تا سپر، یکی عقب، یکی جلویی. حالا حرکت دست بیرده. بفرمایی جلویی. یک جک دارد، یک دونه زفاس و یک بخوری. بله بیا جلو. یک موتور دارد، یک رادیوت دارد و یک دونه باتری. میلنگ دارد، افتومات دارد، توی داشبورتش آب نبات دارد. حالا هر کی میخواد به شهر راننده باید مرغ بیاره برای بنده. اگر میخواد بشه شاگرد راننده تخم مرغ میاره نزد بنده. به من میگن راننده، به من میگن راننده. یادت رفت بگی بسد دست بزنی. لطفا از برای بنده دست بزنی. متشکرم، متشکرم. بارکالا بچه ها. دیرم شده، باید برم. باید بری. یادت رفته وقتی کوچیک بودیم مثل دوتا قمری همه جا میگشتیم، ولی حالا مثل غریبه ها از من فرار میکنی. آخه حالا دیگه بزرگ شدیم. خب بی. نه خوب نیست اگه کسی ما رو ببینه. ببینم مگه چه اشکالی داره؟ ای وای خدا مرگم بده این حرف. مگه چطور میشه؟ اون وقت یک کلاغ چهل کلاغ میکنن. آدم که نباید به حرف مردم گوش کنه. بابا جون. سلام دخترم، خسته شدم. بگیر اینو. بیا بابا. قربونه دستت. یالی. سلام بابا جون. علیک سلام دخترم. خدا قوت، خسته نباشید. راست راستی که خسته شدم، دیگه بنیه ای برام نمونده. خدا نکنه. از باغ تا اینجا چند جا نشستم خستگی گرفتم. به به چه بویی، چه غذایی.
خدا شما دوتا رو از من نگیر. تنها دلخوشی من تو زندگی شما دوتا دختر خوب هستیم. بابا جون، کدوم یکی از ما دوتا رو بیشتر دوست داریم؟ هر دوتون و دخترم مثل دوتا چشمام دوست دارم. مگه میشه آدم یه چشمشو بیشتر دوست داشته باشه، یه چشمشو کمتر؟ مگه میشه؟ قربون تو بابا برم. چه بابای خوبی. لای شکرت خدایا، این زندگی ساده و این همه خوشبختی رو از ما نگیر. آمین. کی باشه؟ هیچ کس. چه با تو هیچ میدونی چقدر قشنگی؟ این حرفا رو نزن. قشنگی تو منو دیوونه کرده دختر. بعدی گناهه، اون وقت من باور میکنم. چرا که باور نکنی؟ باور کن، من دارم از تای دیلم با تو حرف میزنم. از روز اولی که تو رو دیدم. وای نه نه، تو رو خدا این حرفا رو نزن. کجا؟ میخوام برم. چرا؟ آخه ممکنه پدرم بیاد باغ ما رو ببینه و فکرهای بد بد بکنه. پس بیا لبه رو تو خونه، اونجا هیچ کس نیست. نه میترسم. از چی میترسی؟ ما میخوام درباره خودمون حرف بزنیم. تو رو خدا بذاریم برم، من میترسم یکی سر میرسه. بول بده که بعد از اون بیای لبه رو تو خونه. باشه باشه. اینا سب یادت نره ها، من منتظرت هستم. باشه. رفته بودم آسیا. چی کار داشتی؟ زود بگو، میخوام برم. ببینم دلت میخواد ازدواج کنی؟ با کی؟ با کی؟ خب معلومه دیگه، با من. فقط بگو که دوستم داری یا نه، بگو. تو چی؟ من عاشق تو، تو رو میپرستم. تو منو دوست داری؟ آره؟ خیلی. سب با چرا فرار میکنی؟ منو تو دیگه نامزد شدی؟ نه، هر وقت خواستگاری کردی نامزد میشیم. تازه باید شال و انگشترم بیاری. ازت خواستگاری میکنم، بهت قول میدم، باور کن. باور میکنم، اما باید صبر کنی. برای چی؟ برای اینکه به مادرم قول دادم تا خواهرم آمنه عروس نشه اسمی هیچ مردی رو من نباشه. با شاید اون به این زودی ها عروس نشه. اگه با من ازدواج کنی تو رو میبرم شهر، خانم خونه میشی، بچه دار میشی، بچه های قشنگ، بچه های مامانی و ملوس. این اون خوده. بیلم بیلم بایستان بیلم بایستان دختر. هنر رانندگی رو به تو بیاموزم؟ برو به همون رقاصت بده.
چون چون نانا نانا چون 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 نانا نانا چون چون قربونه ننت بری توی یک فان جون رسیدیم دیگه. او خواهش میکنم شما پیاده نشین، میخورین زمین کیومرث خان. دارم به نشنگی را میرم دیگه. و جون عزیزت کیومرث خان چهار تا شنن نشون کردم که فردا میندازمشون بعد به مرگ تو. من از یکیشون خوشم اومده، اونم البته فقط برای یه شب. ما نه گمان من گمان من اگر برای ظهر باشد بیشتر تر لذت داره تا این که شب، البته به صورت تحچین. آره دامت چین چینیه خیلی خوشگلتر بود. تو بمیره من چی میفرمایم؟ شما چی عرضه میداری؟ آسته ببینم دهن من بوم میدن. ناخر قربان به نظر بنده که اصلا بو نمیدن. البته شما باید یک جوری راه بروید که چه جور؟ که آقا جانت نفهمه که شما مستی. نکی من مستم تو هی تلو تلو میخوری. بنده پلو میخوری؟ ناخر چلو میخوری. چرا براتون میارم ولی اینجا اینجا شیر خوردن خیلی مزه میده. خوشگلی دختر. نه نه تو رو خدا جلو نیار. چشمات سینهات خودت میدونی چقدر قشنگ بود. نه آقا تو رو خدا بلم کنی چرا همچین میکنی؟ الان مراد سر میرسه. نه نه بارون زاده دستتو بکش. تو برود بیا حرف که نون و نمک بابا تو خوردم و الا همینجا خفت میکردم. اگه یه دفعه دیگه اینجا ببینمت میکشم. خفه شو احمق دیم. ولش کن بذار بره بره گمشه. توری جون نه چیزی نیست. چرا سب کن که تو اومدی به کوری چشم اونم که شده عروسی رو جلو میندازم. یادالله جان یادالله اینا رو کجا میبرم؟ میبرم خدمت آقای کیومرث خان. بده من ببرم. برای چی تو ببری؟ بدش من. بده به من. عجب دختری فضولی ها. لا 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 خیلی خوب باش. پس تو رفتی خدمت آقای کیومرث خان ها؟ منم حالا میرسم خدمت مرغ و خروس ها. میرسم خدمت مرغ و خروس ها. شاکرم ارادت کیشم تو که نزدی به ریشم. چی اومد اینجا؟ مجله ها رو برات آوردم. خب پس چی شد؟ چی شد؟ قولی که به من داده بودی؟ کی از من خواستگاری میکنی؟ فعلا وقتی این حرفا نیست. حالا برو ممکنه پدرم بیاد. پس
تکلیف من چی میشه؟ امروز که خیلی کار دارم. یه روزی بالاخره با پدر صحبت میکنم. کی؟ هم فردا یا پس فردا. بالاخره یه روز که فرصت کردم ازت خواستگاری میکنم. فعلا برو. باشه میرم. اینقدر منتظر میمونم تا بالاخره یه روزی کار نداشته باشم. سلام آقا. علیکم السلام. چرا گریه میکنی؟ هیچی، چیزی نیست. بایسته ببینم باید هستم آسیه. یعنی چه ببینم چرا آسیه گریه کنون از اینجا میرم. من اطلاعی ندارم پدر. چطور میشه تو اطلاعی نداشته باشی؟ روز اولی که وارد ده شدیم من به تو گفتم کاری نکنی که آبروی چندین ساله من از بین بره. تو هیچ میدونی اگه اهالی آبادی بویی ببرن نقش تو باید با خودم ببرم. حالا اگه اون دست سر من ور نداره چی پدر؟ تو بیشار سر تو اینه او کپکه کردی زیر برف فکر میکنی هیچ کس تو رو نمیبینه و از کارهای زشتت بیخبرن؟ امروز صبح رفتی سر وقت آمنه تو طویله بعدم مراد خونین و مالین کردی. من فکر میکردم تو رفتی اروپا آدم شدی، در صورتی که انسونیتت هم از دست دادی. فقط کسافتکاریای اونا رو برای من سوقات آوردی. پسر یه رزل، زود با چمدونتو ببند. یدالا میبرت تهرون. دیگه نمیخوام بیشتر از این باعث ننگ و بی آبرویی بشی. یلا برو از جلوی چشمم دور شو. بالاخره ماه زیر ابر نمیمونه. بگو چی شده؟ هیچ. تو رو خدا اینقدر آه و ناله نکن، آدم غمش میگیره. اگه اخماتو وا کنی یه موضوعی رو بهت میگم که فقط منو مراد میدونه. چه موضوعی رو؟ ناراحت نشو، خبر خوشیه. وای خدا بگم چی کارت کنه دختر، بند دلمو آب کردی. چی میخواستی بگی؟ بگو. فردا مراد برام شال و انگشتر میاره. تو رو خدا، الهی شکر. مبارک ایشالا، امیدوارم سفید بخت بشه. کاش مادرمون زنده بود و تو رو تو لباس عروسی میدید. اینقدر آه نکش، من نمیتونم تو رو ناراحت ببینم. آمنه، آمنه بیا تو. میخواستم برم شهر، اومدم ببینم چیزی لازم دارین براتون بگیرم یا نه. نه، چرا این وقت شب تو بارون؟ باید برم بنزین بگیرم. شومرز فردا صبح میخواد گورشو گم کنه بره. حالا که گفتی چیزی نمیخواد؟ نه، چیزی نمیخواد. پس من رفتم، خداحافظ. خداحافظ. ای وای خودتونم، کمکم کن. چی شده؟ چرا ناراحتی؟ حالم خوب نیست، سرم داره گیج میره. حرف بزن، یهو چیت شد؟ چیز مهمی نیست، حالم یکی میبرم شده. کجا میخوایی بری؟ من میرم بیرون هوا بخورم. بیا تو گارخونه. چیکار داری؟ درسته که میخوای بری؟ آره، برام گرفتاری پیش اومده، حتما باید برم. من برات دعا میکنم، ولی کی برمیگرد؟ معلوم نیست. معلوم نیست؟ پس من چیکار کنم؟ فعلا چیزی نمیتونم بهت بگم. باید به من قول بدی، تو باید تکلیف منو معلوم کنی. چه تکلیفی؟ دیگه داری پاتو از حد خودت بیرون میذاری. برو دیگه مزاحمم نشو. مزاحمت نشم؟ آره، برو گمشو. گم کن احمق تیفونه، دیگه نمیخوام ببینم. برو گمشو. نه، به من رحم کن، منو ببخش، منو ترک نکن.
هر کاری بگی میکنم. حاضرم کنیزت بشم. اگه تو بری من میمیرم. من خودم رو میخواستم. به جهنم یه حیوان کمتر. اینجوری با من حرف نزن. من از خودم هم خجالت میکشم. تو باید به من قول بدی. تو باید به من قول بدی. خیلی خب باشه، بهت قول میدم. دیگه به تا برو. برو کنار. شب و روز دعا میکنم، اما یادت باشه که همیشه منتظرت. جون مادر شکن نخور قربان. نخون جون مادرت بکن. نخون دیگه ماشالله این تخمه. آها یاد رو داری چی کار میکنی؟ دارم به تخمش میگم هزار ماشالله. ماشالله به این مرغه. ببین مرغه چه نازه. چشم تخماش مثال کازه. بارا دنبال کارت. قربون چشمای خمارت. چی گفتی؟ هیچی عرض کردم سایه مبارکم نشه. لطف اولی زیاد. رفت جانم. دردادام دام دام دردادادام دام دام تارا دی تا 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 بله قربون، همه جا دست گل به آب داده. باور کنین نسل هرچی مرغ و خروس از رو زمین ورداشته، واسه همینه که سر صدای همه در اومده قربون. حالا این مرد که کدوم گوریه؟ این پسرانم تو ماشین معطل کرده. چند روزی نیست که شما اومدین اینجا. حیف این هوا نیست که میخواین به این زودی ده و ول کنین و برین شهر؟ نه خیلی کار دارم، باید برم. هر طور میلتونه، ولی خیلی دلم میخواست برای عروسی آمنه اینجا میموندین. اونا هاش داره میاد. ای بابا کمک کنید، چی نخواهد جان من؟ این ضعیفه افتاده به دنبال من. بله سلام عرض میکنم. کجا بودی پسر؟ بنده جایی نبودم، همینجا در پشت سر جناب عالی. بنده مثل سویه شما، بنده که سلام عرضه داشتم خدمت شما، اما شما علیک نفرمودی به بنده. بنده هستم در امری هست، بفرمایید شما. اینا چی میگن؟ کی؟ چی؟ من که هیچی نمیگم، شما چی میگی؟ اینا رو میگم، میگن مرغ و خروساشون رو دزدیدی. کی؟ من؟ چرا تهمت بیجا میزنی؟ حشیه ها عقب یا کی دیده که من مرغ رو دیدم؟ این چیه؟ اینا کی گذاشته تو پشتم؟ ای داد و بیداد. اینا چیه تو دسته؟ اینا کی گذاشته تو مشتم؟ من بده من مشکم. درو بزنم تو سریم. حتما شروع در صندوق عقب و واکن ببینم. در صندوق عقب کلید گم گشته و دروانم. بده من ببینم. بفرمایید این هم سوالی چی؟ اما شرط بنده پیدا کردید یک عدد صد تومانی از بنده دریافت بکنید. صد تومانی رو به من کنون. صد تومانی اینا که خروس هم قربان رو بگرد. بر بنده شرط کردم که اگر مرد بود صد تومانی. ای درد بیداد آبروم را اجالت بکنم. خوشون قاچاقی اومدن سوار شدن. بنده که خراب هست نمی کنم رو برو بردی. آخه تو بیا برو کنار آبروی منو بردی. داشتی؟ نه. پس چرا ناراحت شدی؟ حرفشم نزن. ای شیطان، بگو عاشقش شدم. نه بابا، دست از سرم بردار. عجل به تو مهلت نداد که
دختراتو تو لباس سفید عروسی ببینی، ولی بالاخره یکی از آرزوات بر منت با لباس سفید به خونه مراد رفت. دعا کن، منم دعا میکنم که اون سفید بخت بشه. ولی من چی؟ چطور از این تیر روزی رسوایی نجات پیدا کنم؟ به کی پناه ببرم؟ با کی درد دل کنم؟ اگه به تو مادر قول نداده بودم که برای آمنت مثل یه مادر باشم و تا اون به خونه شوهر نرفته من پای سفره عقد نشینم، هیچ وقت اون نامرد دامنم و لکه‌دار نمی‌کرد. حالا چی کار کنم؟ بگو چه خاکی به سرم بریزم؟ باشو چوپی برسیم، باشو یالا. قبللی قلب کمک کنید من یک توزا فشار خونش بالاست، وقت تلف نکنید، هرچه زودتر اونو به بیمارستان برسونید. وسیله ای نداریم، چطوری اونو ببریم شهر؟ با کی؟ میگی چون اگه وجود داشت تو هیچ وقت منو بی‌سیرت نمی کردی. صبر کن دخترم، از من فرار نکن، من باید از تو خجالت بکشم که این پسر رزل بی شرف این بلا رو سر تو آورده. پدر اگه اجازه بدین من خفه شو. گریه نکن دخترم، اون باید با تو ازدواج کنه، وگرنه اونا از همه چی محرومش میکنن. آخه عمو جان، اون نمیدونه من زندگیم و مدیون پدرت هستم. افسوس، دلم نمیخواست اینطور پاداش و محبتهای شما رو بده. پدر جان، شما هرچی بفرمایید من حاضرم. شما مریض هستین، خودتون رو ناراحت نکنید. گریه نکن، همه چی رو به راه میشه، تو عروس من میشی. قبل از مردن میخوام عروسی هر دوی شما رو ببینم. دست تو بده. امیدوارم که ملالی نداشته باشید. من حالم خوب است و هرچه زودتر. نوشتی دخترم؟ بله. از قول منم به کلبلی بنویس. سلام پدر عزیزم، انشالله که حالتون خوب است. خیلی دلم برای شما تنگ شده، برای شما، برای آمنه خواهر عزیزم. پدر جان، نمیدونم این خبر شماها را خوشحال خواهد کرد یا نه، این را از زبان آقا نواب می نویسم. فکر نکنید من بی حیا شدم. اگر خدا بخواهد تصمیم دارم با اجازه شما دخترتون آسیه رو به عقد کیومرث پسرم در بیاورم. الحمدلله. خدایا به کریمیت شکر، به رحیمیت شکر، تو چقدر بزرگواری. خدایا دخترم خوشبخت شد. تو رو شکر میکنم، تو رو شکر میکنم. الهی صد هزار بار شکر. آقای نواب،
شما سرور ما هستین. من آرزو دارم آسیه کنیز شما باشه، چه برسه به اینکه عروس شما بشه. لطف خدا شامل حال من شد که دخترم زیر سایه شما زندگی بکنه. چطور میتونم در مقابل این خوشبختی که به من ارزانی شده جز اینکه خدا رو شکر کنم حرفی بزنم؟ شما صاحب اختیارین، هر جور خودتون صلاح میدونین. اگه اونو به کنیزی خودتون قبول دارین، من ارزی ندارم. خب الحمدلله، دیدی دخترم پدرتم موافقت کرد، دیگه جای نگرانی نیست. حالا پاشو یکی از لباسایی که برات خریدم یه خوشگلشو انتخاب کن و بپوش. چشم. یه دستیم به سر صورتت بکش تا کیومرث ببینه چه زن قشنگی داره. کردم دختر قشنگی مثل تو انتظار منو بکشه. بیا بیا پایین. نه بیا، ناز نکن. باید به افتخار زیبایی تو امشب دو نفری جشن بگیریم. ببینم که امشب خبراییه. پس امشب تو تنهایی جشن گرفته بودی ها؟ خب حالا من جشن تو رو کامل تر میکنم. من تا حالا مشروب نخوردم، بلد نیستم. خیلی زشته یه خانم با شخصیت بلد نباشه مشروب بخور. بیا بخور. اگه میخوای زن ایدئال من باشی باید مشروب رو مثل خانمای اشرافی بخوری. خب حالا برو بالا. چیزی نیست، دفعه اولت. نباید یه دفعه جیلاب سفاری کنی، فقط باید گلوت رو تازه کنی. ببین اینطوری. تموم شد. ببین من رقص بلد نیستم. باید یاد بگیری. مگه نمیخوای یه زن ایدئال برای من باشی؟ چرا؟ این دستتو بذار اینجا، اینم بدش من. خب شروع. سرای بیشرف بالاخره آدم نمیشه. بیا بستی دیگه. چیه؟ بسته شدم. چرا قش کردی؟ سرم داره گیج میره، من نمیتونم نمیتونم. پس تو به چه دردی میخوری؟ چطوری میخوای یه زن ایدار برای من باشی؟ من یه زنی میخوام که بتونم ببرمش تو اجتماع، رقص، قمار، شنا، همه چی بدونه. نه این که باعث ننگ و سرشکستگی من بشه. برنش گورتو گم کن و برو. اگرم پول میخوای بهت میدم که جبران تجاوز به ناموست شده باشه. بیا بگیر، بگیر و دست از سرم وردار و برگرد بده. این چه صحبت بی شرف؟ فکر کردی من یه زن هرزم یا با یه زن فاحشه طرفی؟ نامرد. چی شد؟ فدام امو جان، چشماتو رو باز کنی. بلنشین امو جان، بلنشین امو جان، بلنشین امو
دیگه مرد. نه نه اون نباید بمیره. نه خدا این آمنه دخترمه. کیه؟ چی شده؟ خبر بدی برات دارم آقا نواب. آقا نواب. آقا نواب چی؟ آقا نواب نکنه؟ آره آقا نواب مرد. بازم که داری گرگه میکنی؟ آره این لباس شوم از تنت بیرون نمیاری؟ آخه مردم چی؟ مردم هر غلطی میخوام بکنم. او وقتی که خود لعنتیش زنده بود همه چیزو در من کشته بود. حالا که تو با این کون پرستیات جونمو به لبم رسوندی. تو نه اون زنی هستی که آدم بتونه برای اجتماع بسازدت، نه زن زندگی هستی. تو اصلا به درد همون ده و دهاتی ها میخوری که گاو بدوشی و گندم آسیاب کنی و نون بپزی. خیلی خوب، حالا عصبانی نشو، دیگه گریه نمی کنم. لباس سیامم از تنم بیرون میارم. تا حالا که هرچی تو گفتی من قبول کردم. بازم قول میدم هر جور بخوای خودمو برات بسازم، هر جام تو بگی من میام. باشه. الو. الو سلام عزیزم، خودتی؟ میخواستم یه مشتهی بهت بدم. تو همیشه برای من خوش خبر بودی. چی خواستی بگی؟ امشب قراره یه جشن بگیریم، یه پارتی از اونایی که تو خوشت میاد. خب میای عزیزم؟ آره میام، آسیارم با خودم میارم. همچین دکش کنم خودت کیف کنی. باشه. برو لباستو عوض کن، به خاطر من و تو شهناز امشب پارتی داده، باید بری. پارتی؟ پارتی چی؟ پارتی یعنی جشن. جشن؟ آخه پدر تازه مرحوم. درست. آخه من از کیومرس اجازه ندارم آبا. آه من اجازه که شما رو گرفتم. اجازه بدیم. بفرمایید اینم برای آبادگی کامه. بخوری. من رقص بلد نیستم، به خدا راست میگم. خودم بهتون یاد میدم خانم، اینطوری میگرمتون تو بغل و مثل یک پروانه پروازتون میرم. نگاه کنید، درست به آسمون نگاه کنیم، چرخش زمین رو ببینیم. ما هم باید مثل اونا بچرخیم. دیدین؟ دیدین کنه؟ پاکتو دادن بدم به شما، به منم دستور دادن که هر جا تشریف ببرید با ماشین برسونمتون.
نیابت خود پدر و مادر الان خصوص سفارش کنندگان قربت الهی قرض قرض مندان ادا حاجت حاجت مندان روا و درد درد مندان دوا بفرما رحمت که یارم. من به این امامزاده بعد اینکه بدهیم صاف شد دست از رقاصی میکشم با تو میام دیر تا آخر عمر باهات زندگی میکنم. خب حالا تو من دایم به این امامزاده تا زمانی که اسم تو روی این کله بنده است نه به تو خیانت میکنم نه چی گفتی؟ یه دفعه دیگه قسم بخور. گفتم تا زمانی که اسم تو رو کله بنده سب کن ببینم بهت خیانت نمیکنم. این چیه؟ اسم جناب عالی. نمکی؟ اسم منو نوشتی گذاشتی رو سرت کلک میزنی خیالت رسیده کور خوندی یا نه صحنه آقا بریم بیرون. گفتم بریم بیرون. شما بفرمایی. نه خیر شما بفرمایی. آقا بعد من جلو برم. خب جلو برم. کتکم بزنم یا آمازده مرحبا سب کن ببینم زدی سرم شکستی مهی تو جی برستی حاجاشو دیدی بعد از این پدرتو در میارم. من وقتی گفتم یا علی تو آخر عمرم هم یا علیه ایشالله تو اول برج بدی این صاف میشه میرم تا یه زندگی پاک و بی درد سر رو شروع کنی اینجلا تو بپر آسیه خانم این تو چکار میکنی؟ هیچی نیست پیتر نشدم وایستا کجا داری میری؟ با تو هستم آسیه خانم سب کن ما آینت کنم نکنه تو معیوب شده باشی آهای آسیه آسیه از دوستان قدیم منه چی؟ نفهمیدم آسیه؟ نالوتی همین حالا واسه من قسم خورد که هیچ کسی تو زندگیش نیست اینم تو زرد از کار در اومد آهای نفس که کیومرس از جون من چی میخواد؟ با من چی کار داری؟ چرا شما داری گریه میکنی؟ من میخوام ببینم ایوی کردی یا نکردی؟ من که با شما کاری ندارم آره پدرت من با تو کار داری؟ نه 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 این کیه؟ این آسیا خانم دیگه. این یارو کیه مگه تو همین حاله واسه من قسم نخوردی؟ بابا جان تو چرا انقدر کج خیالی میکنی؟ این همون آسیا است که دست کیومرث خان آسیا اون گل ایستاده و دامن پاکش را لکه‌دار کرده. باری که ببینم. میگم به جان نمکی به جان چوبکی نمکت کور کنه اگه دروغ بگم نه. چیه؟ آسیا از کی تا حالا اینو میشناسی؟ یه چند وقتی میشه. پس چرا تا اینو دیدی فرار کردی؟ خیال کردم کیومرث بهش گفته منو زیر موتور بگیره. من دیگه پیش اونها کار نمیکنم. من اخراجم برای خودم کار میکنم. جای درد نگرفته.
شب حالم خوش نیست. اگه مدیر بفهمه نرفتی سر میز مشتری برات گرون تموم میشه. مهم نیست بابا. حالا دیگه زبون در آوردی؟ پاشو برو سر میز مشتری. حالم خوش نیست. گفتم بلند شو برو. من پرتو چیم میرم؟ کسو چی میذاریش؟ بهش بگو گورشو گم کنه. چرا؟ برای اینکه نمیاد سر میز بشینه. گفتم که اگه بخوای بیای کافه باید بری سر میز مشتری. تمام آرتیستایی که تو کافه دارن کار میکنن از روز اول مثل تو بودن، ولی کم کم عادت کردم. بهت قول میدم یه روز روبروی مشتری اینجوری بشینی و براش چراغ بزنی که برات یه فیشورد بده. اون مدیر بدبخت فلک زدم قرعه نداره. اگه نتونه مشتریاشو راضی نگه داره صاحب کافه عذرشو میخواد. تو چی فکر میکنی؟ اینا که از مردی فقط یه کلا شاپو و یه سیبیلی از بناگوش در رفته دارن میان تو کافه میشینن برای چی؟ برای اینکه یه چتول عرق سگی خالی کنن تو شکم کارت خوردهشون یا غمشون رو فراموش کنن، نه به پیر نه به پیغمبر. پس برای چی میان اینجا؟ برای چی؟ عادت کردم. عادت به چی؟ عادت به من، به تو، به زنای دیگه، به بی‌حیایی، به لوندی. مگه زن نداره؟ چرا؟ شاید زناشون قشنگ نیستن ها؟ قشنگ نیستن؟ چه میدونی ممکنه زناشون از من و تو هم قشنگتر باشن؟ پس چرا میان؟ دیگه چی میخوان؟ میان تو این هم مرغ ماهی خار از تو لجن شکار کنم. ببینم تو که اینا رو میدونی واسه چی اینجا موندی؟ قرض دارم، یه سفره نذر کردم تا زودتر قرضمو بدم. بعد دست این یدولا رو که میگن آب دماغشو نمیتونه بالا بکشه، در عوضش یه دنیا صداقت و صفا داره، بگیرم و برم تو همون دهکوره شما و یه زندگی آبرومندی رو علم کنم. ایشالله اگه جای تو باشم زودتر برمیگردم ده که بیشتر غرق نشه. دیگه روم نمیشه، من حتی از خودم هم خجالت میکشم. حتی آسیه دختری نیست که تو رو فراموش کنه. ننوشتم و از حال احوال شما جویا نشده منو میبخشین و علتش مرگ مرحوم آقا نواب بود. برای همین من زورم عروسی ما مدتی به تأخیر افتاد. من فکر نمی کردم کیومرث تا این اندازه آدم خوب و مهربونی باشه. یه منزل خیلی قشنگ به نام من خریده که انشاءالله به اتفاق مراد آمنه به تهران میاد و میبینید. از قول من به خدمت عمو رستم، سکینه بقا و فاطمه سلطان و اشرقیه و همه آبادی سلام برسونید. خدایا صد هزار بار شکرت که دخترم در نازم بود. کبللی تو که اینقدر صاف و ساده نبودی، ناسلامتی چند تا پیرن از ما بیشتر پاره کردی. دختره تو تهرون اینه هون مرغ کرد شد، هرکی دست روش میذاره فوری کپ میکنه. خفه خون بکش، دهنتو آب بکش نامرد. چرا بد و بیرا میگی؟ مگه من تنها میگم؟ اینو همه میدونن. من برای خودت میگم،
نیکی نه جیباتو ور بکش برو ببین سر چه خبره. جلوی دهانتو بگیر نظر تو رو دست بلند کنم. بگی بشین کبل علی شیطان لعنت کن لا اله الا الله بشه من تو نمیتونی جلوی دهن صاحب بردکه بگیری. خیلی خب بابا بیا ما خفه میشیم و برو به کمرک. اما مگه میشه دهن همه رو بس؟ اسما تو بگو. بابا ما چی بگیم؟ این که دیگه مثل کفر ابلیس عالمگیر شده. تو دیگه چی میگی لاش خور؟ خون بگی که عبرالی به حرفای اونا گوش نگه بگی بشیم بابا خونتر باشه. من گوش نمیدم. میدونم اونا دروغ میگن اما مردم رو چی کار کنم که خیال میکنن حرفای این خرمن دزدار راسته. شما ها که باور نمی کنید میدونین که دختر من پاکه. دختر من پاکه به همون خدایی که ما را آفریده دختر پاکه. آره تو بمیری اصلا فرشته هست. ای مرک عجب آدم های بی خودی انا مردم رو ناراحت میکنن. اینقدر جمع به دهن اینا ندار کبله. بلند شو بلند شو ناراحت نشو بلند شو کبله. چاره ای ندارم هم رستم به خاطر حرف مردم هم که شده میرم شهر. بلند شو بابا بلند شو. خسته نباشی. خیلی ممنون نمکی خانم. سلامت باشی. کجا؟ میرم پیش قدسی خانم پیرنمو بگیرم. یه نری دنبال عشق. امروز باید بریم سراغ جنگ. ببینم آقا پسر خونه این نمکی کجا؟ اون یکیه. اونجا ممنونم. یا الله چی کار داری عمو؟ ببخشین من از ده اومدم. به هم گفتن دخترم اینجاست. اسمشم آسیه است. والا من آسیه و آسیه نمیشناسم. فقط میدونم یه دختر اینجاست که با نمکی زندگی میکنه. میگن یه وقتی تو ده بوده. حتما همونه خودشه. برو اون اتاق عمو. آهای نمکی خانم با شما کار دارن. نمکی این آقا با تو کار داره. خیلی خوب. چی میخوای اما همینطور سرتو انداختی پایین اومدی تو؟ من پدر آسیم. پدر آسیه هستی که هستی؟ چی گفتی؟ پدر آسیه؟ آره از ده اومدم خانم. نشونی اینجا رو به هم دادن. گفتن دخترم پیش نمکیه. تو این محله نمکی زیاده. با نمک و بی نمکش و پیری میگن نمکی. دخترتونم نمیشناسم. به من دروغ نگو. حتما پیش آمدی شده. بگو به سر دخترم چی اومده. من این همه راه فقط به خاطر اون اومدم. باید دخترمو حتما ببینم. گفتم نمیشناسمش. مگه حرف سرت نمیشه؟ حالا اون رو سگمو بالا میاره. از اینجا برو بیرون. تا به من نگی کجاست از اینجا نمیرم. راهو عوضی اومدی پیری. برو پیش جنگیر رمان تا بهت بگه کجاست. ببین خانوم آقای آبرو در میونه. تو آبادی شایع شده که آسیه فاحشه شده. میدونم که دروغه اما اگه راست باشه ها با همین دستای خودم خفش میکنم. بعدم نعشش رو میبرم تو همون قبر سور ده خاکش میکنم. به من بگو دخترم کجا از خانم کجا فرار میکنی؟ من نمیتونم بری. کجا فرار میکنی زن دروغ کجا؟ بگو بایلا خفت میکنم. بگو چه بلای سرش آوردی؟ دعوا شده رمزون.
بگی؟ باید به من بگی دختر بدبخت به من کجاست؟ تا نگی دختر کجاست؟ باره مناسنه میدونه دختر من کجاست؟ درش کن پیره من دخترت کیه؟ آسیه من اصلا اونو نمیشناسم دروغی بهش آدرس منو دادن گفتن دخترش تو این محل است پیش منه چرا گوش به حرف مردم میدی؟ تو که دیگه ماشاءالله دنیا دیده ای پیره من ای بابا کاش به این دنیا نمیومدم کاش این دنیا رو نمیدیدم وقت پیش اهل آبادی اینطور آبروم نمیرم دیگه من بیچاره شدم بیا بریم دیگه خسته هستی یه چایی بخور حالت جا میاد نمکی جون این دفعه برات علیک سلام مسجد الله خدا رو شکر که تو رو دیدم چطور از این طرف ها؟ راستش اومدم دنبال آسیه همه به من میگن اینجاست خوب شد تو پیدا شد کجا بودی مسجد الله عرض کنم که بنده رفته بودم به مریضام سر بزنم یک چند تا مرغ براشون برده بودم نمیدونی چقدر دنبالش گشتم براش دلواپسم اقلا تو به من بگو کجاست مسجد الله ببینم قبل علی چند تا مرغ برام آورده ای؟ تو به من بگو آسیه کجاست هر چند تا مرغ بخوایی تقدیمت میکنم عرض کنم که از برای خیشتن نمیخواهم قبلالی برای یک مشمریزی که در این درو همسایه هستن لازم دارم بگو آسیه کجاست همه دختر من پاکه البته پاک و پاکه هرکی گفته جوش در زیل خاکه غلط کرده که گفته قبلالی بفرمایید بریم من نشونت میدم که چه جای پر زرق و برقیه آدم هضم میکنه یک همچی جای رو ببینه یدالله نمکی جان نونش بده آبش بده سرش ببر پول گرفتم خرج خودتو شهناز کردم من این حرفا سرم نمیشه تو؟ اومدی چی کار؟ کی زن هر جای رنجی را داده؟ هیچ کس من خودم اومدم باهات حرف بزنم تو از جون من چی میخوای؟ مگه نگفتم دیگه این طرفا پیدات نشه؟ هر جای بی سر پا دیگه از این حرفا گذشته هر چی دلت میخواد به من بگی بگی من فقط اومدم یه خواهشی ازت بکنم خواهشم رو رد نکن در تمام عمرت فقط یه لحظه به احساس و عاطفه به انسانیت فکر کن بازم صحبت از احساس و انسانیت برا گورتو گم کن ازت تقاضا میکنم به من که رحم نکردی لااقل به پدر پیرم رحم کن اومده شهر آخه من براش نوشته بودم که ما میخواییم با هم عروسی کنیم حالا اگه بفهمه من به اون دروغ گفتم سکته میکنه میمیره ازت خواهش میکنم اقلا جلوی روی اون نشون بده که ما خیال ازدواج داریم خواهش میکنم تو رو خدا این کارو بکن قبول کن من از تو خواهش میکنم بهش رحم کن باشه برای خنده و تفریح هم بد نیست داریم نزدیک میشیم قبلنی جا بفرما پیاده شو قبلنی خدا توفیقت بده همینجاست قبلنی بفرما ای درست خودشه باید همینجا باشه چون نوشته بود عمارت قشنگیه شما نمیای تو؟ بنده نخیر قبلن عذر بنده را خواستم بیرونت کردن؟ چی؟ سگ کی باشن؟ بنده را اخراج کردن خب مرحمت عالی زیاد خدا حافظ شما ای داد بیدار خدا آخر این نوع بخیر بازم بردی ها سلام عرض می‌کنم سلام چه می‌دونم بازی تو بکن به به سلام کبلالی دست شما رو میبوسم آقا چطور شد یاد ما کردیم به جون شما من آسیه هر لحظه منتظر اومدن شما بودیم که اجازه عروسی اجازه مام دست شماست شما سرور ما هستین معلومه که مثل پدر مرحومتون قلب رعوف و مهربونی دارین آقا اگه آسیه بفهمه خیلی خوشحال میشه صبر کنید الان بهش میگم صبر کنید آسیه خدا رو شکر دخترم داره خوشبخت میشه
آسیه کجایی؟ چی کار داری میکنی؟ الان میام عزیزم. بیا ببین کی اومده. اومدم ده زود باش دیگه، خدایا کمکم کن. خب شما بفرمایید الان میام. دروغگوها، چطور بی خودی با هوچیگریشون میخواستن خونواده ما رو رسوا کنن؟ بی چشم روا، نمک به هروما. من بهشون گفتم دختر من باکه، دختر من یه فرشته است، فرشته. پدر دخترم خدایا شکرت، الحمدلله. آن نمیدونی چقدر خوشحالم که اومدی پدر. فردا شب شب عروسی ماست. اگه میدونستم چند تا مزگونچی هم با خودم میآوردم اینجا که بزنن و برخصن. بعدم میرفتن ده به همه میگفتن به امرایی میکنم. شما باید از این ریخ در بیایید، چون باید پدر زن من شیکترین لباسا رو بپوشه، باید یه جنتلمن واقعی باشه. ببینم پسرم، میخوای اسمم عوض کنم؟ فقط یه دعا میتونم بکنم، الهی اونایی که عروسی کردن به پای همدیگه پیرشن، اونایی هم که تازه عروسی میکنن همیشه خوش و خرم باشن و از من پیر مردم پیرتر و پیرتر. مگه عروسی چه مزه‌ای داره؟ ببینم تو شوهر کردی؟ پس وقتی که شوهر کردی مزهشو میچشی. اگه 30 سال پیش بود خودم مزهشو بهت میچشوندم. راستی کبی جون، شوهر چه مزه‌ای داره؟ ترش یا شیرین؟ اگه دوستش داشته باشی خیلی خیلی شیرین، از عسل هم شکر. خب اگه دوستش نداشته باشم چی؟ اون وقت مزهش خیلی خیلی ولخه، از زهر حلاحلم تلختره. مثل اینکه یه عمر شوهرداری کرده. خب می نوشیم به سلامتی عروس و دوماد. خوش باشی در زن عزیز. آخه من تا الان نخوردم. اینجا که ده نیست، از اون گذشته کسی نمیفهمه. بخور. دهنم نجس میشه. بخور بعدن دهن تو آب بکش، مثل خیلی های دیگه. خیلی خوب. اینم به خاطر شما. وای آتیش گرفتم. جگرم سوخت. آخه چشام داره سیاهی میده. دیگه جونی با هم برخصیم، من و تو به هم خوب میاد. آخه من از این رقصایی به هم بخورم. بیاد میدم. خیلی خوب ببینیم چی کار میشه کرد. چشم داره سیاهی میره. بسه دیگه پدر، اینا آدم نیستن، اینا نه شرف دارن نه از انسانیت بویی بردن، اینا دارن تو رو مسخره.
اینکه این عروسی دروغه، دروغه. من به تو دروغ گفتم پدر، دختر تو پاک نیست. دامن دختر تو کیومرث لکه‌دار کرد. آره، من یه زن هرزه و هر جاییم. چی میشنم؟ چی میبینم؟ نه، نمیتونم باور کنم. یعنی درست؟ پس تو تو میشم! پوف به رود بیاد. عیف اون مرد که پدر تو بود. این مرد خوش قلب و ساده و مهربون که میخواست همه خوشحال و شاد باشن. اما تو، تو یه خونواده بیگناه و مردم یه آبادی رو رسا و بدنم کردی. تو با همه اینا که دارورت هستن، قلب پاک من و دخترم رو شکستی. این لباس رو تن من کردید که من پیر مرد و بشگاه دختر بدبختم بخندی. بگیر، بگیر. پدر بلنشو، بلنشو برید پدر. از زندگانی خستم، خیلی دلم گرفته، خیلی دلم گرفته. از گردش این روزگار دارم شکایت بیشمار. عمر و جوونیم رفته، خیلی دلم گرفته. بهتر زودتر اساسمونو جمع کنیم و از اینجا کوچ کنیم. یعنی برای همیشه از اینجا بری؟ مجبوریم. هر جا بریم میتونیم کار کنیم و یه زندگی بهتری واسه خودمون درست کنیم. چشممونم به چشم اینا نمیافته. آره آره، بعد از اون همه رسوایی که به سر ما آوردن، دیگه موندن ما تو این ده اصلا صلاح نیست. چه کنم با دلی که شکسته، به دلم کوه قصه نشسته. چه کنم با غریبی قلبم که بنام هر دری شده بسته. بروم خستم هم جا، خستم هم جا، سر به گریه بذارم. شدم قرد درد و بنا، بیش از این خدا تا به قصه ندارم. من مرکی از زندگانی خستم، خیلی دلم گرفته، خیلی دلم گرفته. از گردش این روزگار دارم شکایت بیشمار. چقدر پول بهش دادی؟ 250,000 تومان. به نظر من بهتر بود اموالش رو توقیف میکردی. نه، اون وقت تو دردسر میافتادم. جلب بهتره،
ممکنه از ترسش راضی بشه خونه رو به اسمم بکنه. پس من چی؟ من که این هم مواظب خودت و پولات بودم. خب منم در عوض برات خونه و زندگی درست کردم، مگه نه؟ از اون گذشته من و تو نداریم، هر چی دارم مال خودت. خوش کنه. اونجا رو از بستگانشون هستیم. از طرف اداره انحصار وراثت منزل و اموال آقای نواب و محرموم کردیم. برای چی؟ چرا؟ از فوتشون اموال منقول و غیر منقول رو به نام عروسشون خانم آسیه کردن. بخور. برای چی را بردن؟ بخور. این همه؟ پس خودت چی؟ ببینم چی ملچ ملوچ میکنی؟ یه خورده قره قروته. نکنه خبرایی؟ بیارت خواهر جون. ها؟ ای بلا، پس چرا به من نگفتی؟ قربونت برم الهی، آخرش خودت فهمیدی دیگه. خیلی خوشحاله، ایشالله قدمش مبارکه. آخ، اگه اونم به قولش وفا میکرد. منم الان کی به قولش وفا میکرد؟ منظور کیو مرسی؟ حرفشم نزد. سلام علیکم. سلام کیومرث خانم، خدا رسول ببینیم میتونیم ترکش کنیم. سلام. سلام، خوش اومدین. از بعد مرگ پدر خدا بیامرزتون این طرف ها دیگه تشریف نیاوردین. خب کار داشتم، اومدم یه سری به خانواده کبللی بزنم. چی میگه کیومرث خان؟ اونا بعد از اون همه آبروریزی از خجالتشون بیچاره ها شبونه جلو پلاسشون رو جمع کردن و زدن به چاک. کجا رفتن؟ ده همینجا شکه خجده. چه خجده؟ والا این رفیق ما عادت داره مثل عروسا وقتی میخواد حرف بزنه زیر لفظی بگیره. آه فهمیدم. خیلی خوب بیا. حالا بگیم ببینم کجا رفتن. رفتن طرف قله بالای کوه. جون من میرم آب بیارم. تو دیگه نباید از این کارای سنگین بکنی. باشه خودم میرم آب بیارم. نه هنوز خیلی وقت داریم تا من مادر بشم. فعلا که کاله، نگران من نباش، زود بر میگردم. سلامم نمیدی؟ بازم تو چی میخوای؟ آسیه رو. خواهرت کجاست؟ باهاش کار دارم. اون با تو کاری نداره، زود گورتو گم کن از اینجا برو. گفتم با خواهرت کار دارم، بگو اون کجا؟ نمیدونم. خواهر بزن دختر یه احمق، من باید اونو ببینم. زندگی you
به چادی میزنم ثروت پدرمو بالا به چادی میکشمت. مرکشون خودتو با ثروت پدرت بباش. سوارش کن ببرش پاسگاه. پدر تو رو چرا میبرم؟ دخترم دیگه به چه امیدی میتونم زندگی کنم؟ فو ناموسم از دستم رفت، دیگه کمرم شکست دخترم، من دیگه نا... خدا! من مرغکی